درود بر شما همراهان ایندیپندنت فارسی. روز گذشته وزارت امور خارجه آمریکا لیستی از مقام‌های جمهوری اسلامی را که تحت تحریم هستند منتشر کرد. در این لیست نام 18 نفر از جمله مجتبی خامنه‌ای حذف شده بود، اما ساعاتی بعد دوباره این 18 نفر به لیست اضافه شدند. دلیل این کم‌دقتی در لیست تحریم‌های آمریکا علیه مقامات جمهوری اسلامی چیه؟ در مورد این سوال با آقای جمشید ایرانی، حقوقدان از آمریکا، صحبت می‌کنیم. خوش آمدید آقای ایرانی. به نظر شما واقعاً علت این کم دقتی در تنظیم لیست تحریم‌ها چیه؟ آیا این صرفاً یک بازی نمایشی از سوی آمریکاست و علت این اشکالاتی که در این لیست وجود داره همینه؟ ضمن عرض سلام به خدمت دوستان، عرض شود که من فکر نمی‌کنم که کم دقتی بوده. من فکر می‌کنم که مسائل سیاسی و انتخابات سیاسی در این موضوع ها مطرح هست با توجه به حساسیت زمانی که الان مراحل صحبت یا مذاکره بین ایران و اتحادیه اروپا و از طرف دیگه اتحادیه اروپا و امریکا مطرح می شود. این مسائل فکر کنم سیاسی هستن و طبق قوانینی که در امریکا هست، حداقل در ماده دوم قانون اساسی امریکا، به وضوح این اختیارات به رئیس جمهور امریکا داده می شود که تا در موارد امور سیاسی خارجی منتهی به امضای قرارداد یا معاهده می شود هر تصمیمی که لازم باشد بگیرد. و همینطور ماده یا قانونی که دولت امریکا در سال 2012 در زمان آقای اوباما تصویب کرد در مورد قانون کاهش تهدید از ایران و همینطور حقوق بشر در سوریه، این قانون به وضوح اختیاراتی رو به رئیس جمهور امریکا میدهد که به مسائل سیاسی و منافع امریکا در هر کدوم از این مذاکراتش با کشورهای دیگه یا به اصطلاح قدرت‌های خارجی توجه بکند و حتی تغییر مسیر یا تغییر عقیده بدهد. به نظر من این مسائل مربوط به امنیت داخلی امریکا و مصالح خارجی امریکا شاید ایجاب کرده که در تهیه این لیست و تهیه مجدد این لیست دولت امریکا تجدید نظر داشته باشد. بله، با توجه به صحبت شما میشه اینطوری تعبیر کرد که ممکنه مذاکرات پشت پرده ایران و آمریکا هم در تغییراتی که در این لیست اتفاق میفته و دوباره برمیگرده ممکنه تاثیر داشته باشه. اما به غیر از این مسئله، ما چند تا اشکال عمده دیگه هم در این لیست میبینیم، از جمله اینکه نام افرادی در این لیست هستن که اصولا در قید حیات نیستن، مثل قاسم سلیمانی. مثلا تحریم یک شخص مرده میتونه چه سودی برای طرفین داشته بده، چه سودی برای یک طرف و چه ضرری برای طرف مقابل داشته باشه. و از طرفی مثلا زمانی که این لیست تنظیم شده، نام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه اومده در سمت قبلی که بوده اسمش ثبت شده و این سمت جدیدش عنوان نشده در این لیست. اینها همه اشکالاتی هست که گرفته میشه و این جنبه نمایشی بودن این تحریم ها رو و بی اثر بودنش رو بیشتر مطرح میکنه. شما چی فکر میکنید؟ آیا واقعا این تحریم ها تأثیری که باید داشته باشه رو نداره؟ حالا من تصورم این است که اشتباه عمدی بوده است. البته من عرض کنم که علوم سیاسی نخوندم، من سیاستمدار نیستم و حقوقدان هستم، اما به نظر می رسد که در پشت پرده و افراد متعددی هستن با افکار مخالف همدیگه در مورد تهیه این لیست. یعنی یک درست سازمانی هست در وزارت امور خارجه امریکا یا در دایره افک یا وزارت خزانه‌داری امریکا در مورد تنظیم این لیست و اعلام این لیست، اما این افراد با همدیگه همخوانی ندارن و شاید افراد همخوانی دارن ولی با رئیس جمهور امریکا همخوانی ندارن. به همین دلیل است که شاید انفعالاتی در این مسائل اتفاق افتاده و اشتباهاتی بوده و شاید هم عمدن این مسائل رو گذاشتن که تا یک جورهایی بتونن با دولت ایران روابطی برقرار بکنن و به اونها اعلام بکنن که بله، ما هم میتونیم اشتباه بکنیم و به خاطر اشتباهامون میتونیم بشینیم با همدیگه صحبت بکنیم. این فقط
دیده یک حقوقدان هست که به یک مسئله سیاسی ممکنه نگاه بکنه. جناب ایرانی، شما از مسئله حقوقی گفتید و گفتید به عنوان یک حقوقدان نمیتونید خیلی راجع به مسئله سیاسی صحبت کنید، اما از دید حقوقی اگه بخوایم به این قضیه نگاه کنیم، تحریم یک شخص در خاک آمریکا، یکی از مقامات ایران در خاک آمریکا، چه تبعات حقوقی برای این شخص به همراه خواهد داشت در داخل آمریکا و چه خارج از این کشور؟ خب این سوال به دو مورد داره یا دو بخش داره. یکی اینکه آیا کسی که مورد تحریم هست و خارج از امریکا هست میتونه وارد امریکا بشه یا نه، که طبیعتاً نه، میتواند وارد بشه چون بهش ویزا داده نمیشود. و مورد دوم اینه که فرض کنید که فردی در اینجا هست و برخلاف تحریم ها رفتار کرده است، قوانین تحریم ها رو زیر پا گذاشته است، معاملاتی با دولت ایران انجام داده است یا موارد بانکی در اینجا داشته است که در اینجا طبق قوانینی که هست مورد کیفرخواست قرار میگیره و مورد محاکمه قرار میگیره و حتی زندان هم میرن، که اکثرا هم زندان میرود، و زندان رفتن ایرانیان در امریکا یک معامله و معادله شده است بین ایرانیان امریکایی که در ایران زندان هستند و دولت ها تا زمانی که با همدیگه نتونن کنار بیان و این مشکلات رو حل بکنن، فکر نمی کنم که مسائل مربوط به ایرانیان زندانی در امریکا و ایرانیان امریکایی زندانی در ایران بتونه به نتیجه مثبتی برسه. خیلی متشکرم جناب ایرانی از وقتی که برای این گفتگو در اختیار ایندیپندنت فارسی قرار دادید و ممنون از شما که در این گفتگو با ما همراهی کردید. متشکرم.